برای بررسی بیشتر همکارم هوشمند میرفخری در استودیو امر ما هستن. آقای میرفخری، مهاجرت 3 میلیون ونزوئلایی از این کشور از چه زمانی آغاز شد و مهمترین دلایل اون چه بوده؟ نهاد مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد میگه این روند تنها 3 سال پیش شروع شد، یعنی آقای نیکولاس مادورو 6 سال پیش به ریاست جمهوری ونزوئلا رسید و از نیمه دور اول ریاست جمهوری ایشون این فرار مردم شروع شده. مهمترین گذرگاه خروج پناهجویان هم همونطور که در تصویر مشاهده میکنید پل سیمون دو بولیوار در مرز بین ونزوئلا با کولومبیا است که هر هفته هزاران نفر از این طریق خودشون رو به کولومبیا و از اون به بعد به آرژانتین و به اصطلاح برزیل و پرو و شیلی میرسونن. بانک جهانی هم گفته که در واقع مهمترین دلایل بزرگترین بحران پناهجویان در قاره آمریکا تورم و رکود شدید به همراه کمبود دارو و مواد غذایی. مشاور امنیت ملی آمریکا هم همونطور که خواهید شنید در واقع ارتباطی برقرار کرده بین زمامداری مادورو با وضعیت وخیمی که در ونزوئلا وجود داره. بنا به گزارش‌ها نیروی نظامی تحت فرمان مادورو امروز گذرگاه دیگری در مرز کولومبیا رو مسدود کردند تا از ورود امدادهای بین‌المللی به ونزوئلا جلوگیری کنند.